Welcome to the Nava Podcast. Music, culture, art, and politics are here. با درود خدمت شنوندگان گرامی، امیدوارم در هر کجای جهان که هستید سلامت، شاد و شادکام باشید. امروز جمعه 18 مهر ماه 1399 برابر با 9 اکتبر 2020 این 74مین برنامه پادکست نواست. من اسدالله علی محمدی هستم که طبق معمول روزهای جمعه در خدمتتون خواهم بود. ساعت به وقت ایران 5:30 عصر، اروپا 3 بعد از ظهر و در آمریکا ساعت 6 صبح با ترانه خدا میداند ابی به پیش باز جمعه میرویم. ستم عشق تو هرچند کشیدیم به جان، ستم عشق تو هرچند کشیدیم به جان، زار زویت ننشستیم خدا میداند، آرزومند تو هستیم خدا میداند. با غم عشق تو عهدی که ببستی نخور، با غم عشق تو عهدی که ببستی نخور، بر همانیم که بستیم خدا میدانم، آرزومند تو هستیم خدا میدانم. دیده پر خون و دل آتش کده و جان بر کف، دیده پر خون و دل آتش کده و جان بر کف، روز و شب جست و نجستیم خدا میداند، آرزومند تو هستیم خدا میداند، خدا میداند. دل به سودای تو بستیم خدا میداند، از مهمه گسستیم خدا میداند، خدا میداند، خدا عرض کنم خدمت دوستان گرامی. متاسفانه نصرت الله وحدت سه‌شنبه 15 مهر ماه در سن 95 سالگی در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. به نقل از دانشنامه آزاد، وحدت یکی از پایه‌گذاران تئاتر اصفهان بود و از 18 سالگی در تئاتر حرفه‌ای حاضر شد. شیرینی بیان و کلامش دلها را
شاد و مجزوع خیش میکرد و سرانجام به دنیای شیرین کمدی و شادی آفرینی روی آورد. نخستین نمایش او خلیفه یک روزه در تئاتر اولمپ یا المپ بود و پس از آن سالها به همراه رضا ارهامصد در این تئاتر و تئاتر سپاهان فعالیت. وی پس از مدتی وارد سینما شد. او میگوید از زمانی که به عرصه سینما را یافتم روزها روی صحنه فیلمبرداری بودم و شبها ساعت 6 به تئاتر میرفتم و تا ساعت 8 شب تمرین میکردم که ساعت 8 موقع اجرای عمومی بود. وحدت علاوه بر بازیگری در عرصه کارگردانی نیز موفق بود. در بسیاری از فیلم‌ها کارگردانی و سناریوی رو به عهده داشت. وحدت در بیش از 43 فیلم حضور داشته. فیلم عروس فرنگی ساخته سال 1343 یکی از بهترین کارهای اوست. این فیلم اولین فیلم ایرانی بود که در جشنواره آسیایی موفق به دریافت جایزه دلفین طلایی شد. او میگوید تندیس رو چندین سال قبل به موزه سینما اهدا کردم. وحدت در آخرین سال فعالیتش در سینما 1357 یعنی بعد از انقلاب درباره خنداندن تماشاگران گفت خنداندن مردم مشکله، دیگر با این همه گرفتاری نمیتوان مردم را سر شوق آورد. خندیدن زمینه مستعد روحی میخواهد. وقتی کسی روحیه شادی داشته باشد و به سینما بیاید با یک حرف یا یک حرکت خنددار قهقهه رو سر میده، اما وقتی به فکر هزار گرفتاری است چطور میتونه بخنده؟ وی در مورد فعالیت‌های هنری خود در دوران پس از انقلاب میگوید متاسفانه بعد از انقلاب 57 فعالیت هنری چندانی نداشتم مثل خیلی ها. تنها فعالیتم محدود به اجرای 2-3 نمایش در خارج از ایران بود. جالبه. و تقریبا در طول این سالها خانه نشین مثل خیلی ها و مشغول نوشتن خاطرات خود هستم. امیدوارم این خاطرات حتما منتشر بشه. بالاخره بخشی از تاریخ سینمای ایران خواهد. زمانی که ایشون در بزرگداشت رضا ارهامصد که پس از مرگ او در اواخر آذر ماه سال 1385 برگزار شد، یکی از فرصت هایی بود که مردم وحدت رو دیدند و همین موضوع با موجب ابراز احساسات مردم نسبت به وی در طی مراسم تشییع شد. وی پس از انقلاب دیگر فعالیت نمی کرد و تا پایان عمر در تهران زندگی کرد. یادش گرامی باد. بشنویم ترانه شهر بی تو با صدای سوسن. Thank you.
که نیستی منو با این دل داغون ببینی به تو غم بینم از این فاصله سال زمان تا تو برگردی میشم دود و میرم تو آسمون شرم تو یادم خب شنوندگان گرامی، عرض کنم خدمت شما که همکار عزیزم زیتا در اولین برنامه خود یک ترانه اسپانیایی رو پخش کرد به نام مرا ببوس و این ترانه رو هم ترجمه کرد و مقایسه ترانه با مراوگوس گلنراقی خیلی جالب بود. اما من میخوام از دریچه دیگهی به این اثر بپردازم و بدفهمی ها و برچسب هایی که مثلا این ترانه و شعر اون بیاد اعدام سرهنگ ذات الله سیامک از افسران حزب توده سروده و خوانده شده، یکی از جعلیات تاریخ فرهنگ و هنر ایران است که یک شعر عاشقانه و ترانه اون رو به 28 مرداد رفت دادند. شاعر این اثر حیدر رقابی است که این شعر رو در مجموعه کتاب شعر خودش به نام آسمان عشق در سال 1329 در انتشارات امیر کبیر چاپ کرده. حالان که 28 مرداد 1332 یعنی 3 سال بعد از انتشار این شعر اتفاق میفته که هیچ ربطی به کودتا نداره. حیدر رقابی این شعر عاشقانه رو برای
دختری که عاشقش بوده سروده، یا شاید معشوقش بوده یا دوست دخترش بوده. به هر حال که من بعداً به این موضوع میرسم که از قول دیگران که در مورد این ترانه مرابوس و شعر اون حرف زده اند، میشه ثابت کرد که به اصطلاح این شعر از کجا و چرا شکل گرفت. بگذاریم. جالب است که حسین گلنراقی این ترانه رو در استودیوی شماره 8 رادیو تهران خونده و پرویز یا حقی ویالون اون نواخته و مشیر همایون شهردار پیانو این اثر رو. اما من تعجب میکنم هنگامی که این ترانه نخستین بار بعد از کودتای 28 مرداد در برنامه شما و رادیو که گوینده اون کسی جز کمال مستجاب الدعوه نیست میگوید این ترانه در یک محفل خصوصی ضبط شده. شاید همین دروغ، و من نمیدونم چرا ایشون نمیگه که این ترانه در استودیو شماره 8 رادیو تهران ضبط شده، بله شاید همین دروغ باعث این همه شایعات پیرامون این آهنگ عاشقانه باشه، یا شاید به خاطر اینکه شاعر اون یعنی حیدر رقابی که معمولا اشعارش رو بیشتر با نام مستعار حاله منتشر میکرد و از طرفداران متعصب دکتر مصدق بود، این برچسبای سیاسی بودن مرابوس رو بهش چسباندند. حالا ترانه مرابوس رو با صدای همشهریم زنده یاد علیرضا حسین خانی نوازنده و نوازنده برجسته لرستان که حتما برنامه‌ای به او اختصاص خواهم داد با هم بشنویم. Baby, shout out.
خب بریم سراغ ادامه داستان مراوه بوس. عبدالرحیم جعفری بنیانگذار انتشارات معروف امیرکبیر گفته است که این شعر رو حیدر رقابی برای دختری که دوست داشته سروده و این شعر هیچ ربطی به اعدام سرهنگی به نام سیامک نداره. مگر ما بگیم که این مؤسس انتشاراتی امیرکبیر دروغ میگه. شایع دیگه ای هم که هست اینه که این شعر، این ترانه رو سرهنگ دوم توپخانه محمد علی مبشری، یکی از رهبران سازمان نظامی حزب توده، در وصف سرهنگ سیامک که یک دیداری داشته با دخترش در شب قبل از اعدام، این شعر رو برای ایشون سروده. البته گلنراقی خواننده این ترانه در مصاحبه‌ای که با ایرج طبیبی گیلانی داشته در مجله روشنفکر، این موضوع رو تکذیب میکنه و میگه که شاعر این ترانه حیدر رقابی، همون حاله، از دو استادان رشته ادبیات دانشگاه تهرانه. من حدس میزنم که خود رهبران حزب توده این شایعه رو روی زبونهای مردم انداخته بودن که خودتون میدونید در این کار استاد هستن. و اما در دانشنامه معتبر ایرانیکا شرح کوتاهی در مورد سرودن شعر مراوه‌بوس داره که بسیار جالبه. بله، در این دانشنامه آمده هنگامی که رقابی پیش از خروج از کشور با دوست خود وفادار برای آخرین بار دیداری میکنه که وفادار، یعنی مجید وفادار، از او خواست شعری برای موسیقی که اخیراً ساخته، یعنی همین موسیقی مراوه بوس، یک شعری براش بنویسه. رقابی شروع میکند به نوشتن و وعده داد قبل از خروج از کشور اون رو به پایان ببره. پس از آن که واپسین شب رو با دوست دخترش به صبح میرسانه، از فرودگاه زنگ زد و شعری که سروده بود رو برای وفادار، مجید وفادار، دیکته کرد که سرشار از کلمات پرشور و پر احساس بودند. یعنی من حالا این متن رو معنی میکنم، یعنی اینکه آقای حیدر رقابی حاله شب قبل از ترک ایران با معشوقش حسابی حال میکنه و حاصل این حال کردن همیشه شعر مراوه بوس. بله، امیدوارم که این اطلاعات شما رو قانع کرده باشه که ترانه مراوه بوس آهنگی عاشقانه است و تمام این شایعات جعل تاریخ هنر ایران است که میدونیم خیلی از این جعلیات داریم. امیدوارم شما رو خسته نکرده باشم. لایک یادتون نره، این برنامه رو به اشتراک بگذارید و مهمتر در کانال یوتیوب پادکست نوا آبونه بشید. خب که خیلی ممنون میشم. ترانه مراوه بوس رو خیلی ها خوندن، مثل ویگن، مرتضی، افشین سیاپوش، گوگوش، الهه و خیلی ها. من با ترانه مراوه بوس با صدای جعفر حسن با شما خداحافظی میکنم به امید دیدار.
ببینی. للمرة الأخيرة وداعا فأنا ذاهب نحو مصيري. قبليني أعطيت وحدة ذلك الصباح أكثر إشراقاً.